اما به سراغ نخستین مهمان امشبمون میرویم که در نیویورک هستن، خانم شبنم رضایی، بنیانگذار وبسایت پرژن میرور. خانم رضایی سلام عرض میکنم. سلام علیکم. شما بنیانگذار وبسایت پرژن میرور هستین، persianmirror.com. میشه یه توضیح کوتاهی بدین از این وبسایت؟ بله حتما. پرژن میرور یک مجله فرهنگی هستش که به زبان انگلیسی در اینترنت چاپ میشه. قصد این وبسایت تقویت فرهنگ ایران و ایرانیان در اینترنت در دور دنیا هستش. ما در وبسایت مقاله های مختلفی رو از داوطلب های مختلف از دور دنیا راجع به فرهنگ ایران چاپ میکنیم، راجع به مثلا آشپزی ایران، تاریخ ایران، فیلم، دیگه بگم مسافرت و غیره. خانم رضایی شما که این وبسایت رو خلقش کردین؟ وبسایت الان 2 سال هستش که وبسایت رو درست کردیم. من 2 سال پیش دنبال معنای سنت‌های ایرانی بودم، از جمله سفره هفت‌سین و سفره عقد، و هرچی در اینترنت دنبال اطلاعات میگشتم متاسفانه وبسایت‌هایی که پیدا کردم یا آگهی‌هاشون توشون خیلی زیاد بودن یا اینکه اطلاعات مناسبی نداشتن. این بودش که تصمیم گرفتم که خودم یک وبسایتی درست بکنم که فرهنگ ایرانو به دنیا نشون بده و مردم دنیا رو با فرهنگ ایران آشنا بکنه. فکر میکنید که چرا مهمه که مردم دنیا با فرهنگ ایران آشنا بشن؟ خب در جهان الان متاسفانه ایران و ایرانیان از طرف اخبار فقط با ایران آشنا هستن و نمیدونن که ایران چه تاریخ واقعا خوبی داره، و برای همین مقاله هایی که ما می نویسیم از دور دنیا، نویسنده های مختلف برای هنرهای جدیدی که داریم از جمله فیلم و عکس برداری، آشپزی، زندگی، اینا خیلی مهم هستن که مردم راجبشون نیستی بشنون. این وبسایت شما به زبان انگلیسی نوشته شده، هیچ فکر این هم هستین که به زبان فارسی این وبسایت رو بنویسین که کسانی هم که در ایران هستن بتونن راحت‌تر مراجعه کنن به وبسایت شما؟ بله اتفاقا خیلی دلم می‌خواست که وبسایت رو به فارسی بنویسیم. همینجوری که میدونین انگلیسی زبان بین‌المللی هستش و ما برامون مهم بودش که هم مردم ایران هم مردم دنیا بتونن وبسایت رو بخونن. ما نویسنده های مختلف در تهران میلاد مولوی، در ادینبرگ افشین دستفشان، و راجب ورزش و راجب موضوع خیلی دیگه ای داریم که تمام دنیا میخوان راجبش زیاد بگیرن. اگه واقعا بودجه‌ای واسه همون باشه خیلی دلم میخواد وبسایت هم به فارسی درست بکنیم هم به انگلیسی، ولی در حال حاضر وبسایت به انگلیسی هستش. چه واکنشی تا به حال، چه فیدبکی گرفتین از مخاطبین آمریکاییتون از طریق این وبسایت که نمیشناختن واقعا قبلش ایرانو و فرهنگش رو؟ فیدبکمون خیلی خوب بوده، بیشتر راجب عروسی ایرانی، راجب سفره عقد، سفره هفت سین به وبسایت ما خیلی مراجعه میشه، چون که توضیحات زیادی راجب سنت‌های ایران توی وبسایت هستش. در حال حاضر 2.5 میلیون کلیک در وبسایت ما در ماه به جزء آمارمون ثبت میشه که خیلی بالا هستش، کلیک زیادی هستش، و ما یک کتاب فهرست ایرانی هم برای دوستان درست کردیم که بتونن اسم نویسی بکنن و یه جایی مکاتبه باشه برای ایرانیان در دور دنیا. کلن از ایران هم کسایی که مراجعه میکنن ازشون فیدبک میگیرید یا نه؟ از ایران خیلی زیاد اتفاقا به وبسایت مراجعه میکنن، به نوبت کشورهای دنیا، از آمریکا، از کانادا، از ایران و سراسر دنیا به وبسایت مراجعه میکنن. خانم رضایی، کسایی که من وبسایتتون رو نگاه می‌کردم خیلی جالب بود واسه خود من، تا به حال ندیده بودم. شما تمام فشن دیزاینرها و تمام ایرانی‌های نسل دوم یا سومی که اینجا هستن و تبلیغشون رو کردین، جمعشون کردین، چطوری اینا رو پیدا می‌کنی؟ خودشون یا به شما مراجعه می‌کنن یا شما پیداشون کردین؟ اونایی که جدیدتر هستن خودشون مراجعه میکنن، کسایی مثل هنرپیشه خانم شهره آقداشلو یا کارگردان کارتون بابک و دوستان داستین الیس یا کمدین جدید ایرانی مازیار جبرانی. اینا رو همه رو ما خودمون تحقیق میکنیم، باهاشون مصاحبه انجام میدیم و مقاله های مختلف راجبشون مینویسیم. نویسنده های جدید ایرانی دور دنیا زیاد هستن، مثل افشینه لطیفی که راجب کتابش مقاله زیادی نوشتیم.
خلاصه ما هم دنبال هنر هستیم و هم هنرمندا میان به وبسایت ما و قصد وبسایت این هستش که ما پشتیبانی زیادی برای هنرمندای ایران داشته باشیم. آیا هیچ هزینه مالی هم داره این وبسایت؟ هزینه‌ای نداریم متاسفانه الان. تمام نویسنده هامون داوطلب هستن و حدود 15 تا نویسنده دور دنیا از تهران، ونکوور، فرانکفورت، ادینبرا، پاریس، نیویورک دور دنیا برامون مقاله می نویسن. خیلی دلم میخواد که یک مدلی داشته باشیم که اگه بتونیم یکم آگهی توی وبسایتمون بذاریم، یه بودجه درست بکنیم و بتونیم که همونجوری که گفتم به فارسی هم مجله رو درست کنیم. بسیار عالی. شما مثل اینکه یک وبسایت دیگر هم باش کوفاندر هستین، اگر اشتباه نمی‌کنم نوروز.com یه همچین چیزی هست. بله، کارتون بابک و دوستانو من درست کردم با کارگردان داستین الیس که بابک و دوستان اولین نوروز کارتونی بودش که دوباره راجع به فرهنگ ایران بود ولی این دفعه برای بچه‌ها. persianmirror.com برای بزرگسالان هستش، یک مرکز اطلاعاتی هستش و فرهنگی. خیلی دلم میخواد اتفاقا بینندگان تلویزیون وایس آف امریکا اتفاقا در ایران دعوت بکنیم که برای ما نامه بنویسن، میتونن از طریق وبسایت با ما تماس بگیرن. ما دنبال نویسنده در دور دنیا داریم میگردیم و اگه بتونن به ما کمک بکنن که فرهنگ ایران رو بتونیم پشتیبانی بکنیم خیلی خوشحال میشیم. حتما ما بیننده های جوان خیلی زیادی داریم که مطمئنا وبسایت شما هم اینجا اعلام شد، www.persianmirror.com، حتما اونها با شما تماس خواهند گرفت و کمک خواهند کرد. خیلی ممنون خانم شبنم رضایی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. موفق باشید. خیلی ممنون.